بعد از اینکه سیمولوله ها رو درست کردن، یعنی در واقع اختراع کردن، متوجه شدن که وجود سیمولوله و پیچه مسطح میتونه برای ما ایجاد آهنربای موقتی بکنه. یعنی شما میتونید یه آهنربای الکتریکی داشته باشید که هر زمانی که جریان از داخلش عبور کنه اون آهنربا وجود داره، هر زمانی که جریان رو قطع کنید بلافاصله اون رو هم آهنربا از بین بره. این آهنربا رو بهش میگن آهنربای الکتریکی و کاربرد بسیار بسیار زیادی در صنعت داره. این که ما چجوری میتونیم قدرت یک آهنربای الکتریکی رو افزایش بدیم بحثی است جدا. ما میتونیم جریان رو زیاد کنیم، میتونیم از هسته های آهنی استفاده کنیم، میتونیم تعداد دورها رو زیاد کنیم، یعنی هر عاملی که میدان رو قوی تر میکنه میتونه قدرت آهنربا رو هم افزایش بده. اما در این بخش من میخوام ببینم چطور میتونم قطب های یک آهنربای الکتریکی رو تعیین کنم، یعنی استفاده از قاعده دست راست برای تعیین قطب های یک آهنربای الکتریکی. برای نمونه دقت کنید، در شکل مقابل بعد از وصل کردن کلید کا چه نیرویی از طرف سیمولوله به ترتیب بر آهنربای آبی وارد می شود؟ ببینید بچه ها، ما در واقع یک سیمولوله داریم، دو تا آهنربا در مقابل اون قرار دادیم، یک کلید رو وصل کنی به اونا چه نیرویی وارد می شود؟ دانش آموز از من سوال میکنه چرا باید نیرو وارد چه؟ میگم به خاطر اینکه وقتی از یه سیمولوله جریان عبور میکنه اون سیمولوله به آهنربا تبدیل میشه. آهنربا قطب داره، اگر قطب‌های همنام نزدیک هم قرار بگیرن دفع می‌کنن و اگر ناهمنام قرار بگیرن همدیگر رو جذب می‌کنن. ما می‌خوایم همین رو بررسی کنیم که کدوم رو جذب می‌کنه کدوم رو دفع می‌کنه. پس کلید رو وصل می‌کنم، جریانی در مدار برقرار میشه، جریان از قطب مثبت به طرف قطب منفی، شست رو می‌ذارم در جهت جریان، ورود انگشتان جهت میدان، خطوط میدان از یه طرف وارد میشه از طرف دیگه برمیگرده، اونجایی که داره خارج میشه میشه قطب N، اونجایی که داره وارد میشه میشه قطب S. حالا خوب نگاه کنید، N و S در نزدیکی هم قرار گرفتن پس همدیگر رو جذب میکنن، S و S در نزدیکی همدیگه قرار گرفتن پس همدیگر رو دفع میکنن، یعنی سمت راست دافعه و سمت چپ جاذبه ایجاد خواهد شد. این یعنی تعیین قطب‌های یا آهنربا. خب این که خیلی سخت نبود، خیلی راحت میشه این کار انجام داد، ولی بعضی وقتا هم برای ما تله میذارن. مثل نگاه کنید، در شکل زیر نوع قطب‌های A و B به ترتیب تعیین کنید. یه آهنربا دارم من، بزرگتر میکشم، خوب ببینید اینجا قطب مثبته، اینجا قطب منفیه، جریان از قطب مثبت میاد برمیگرده به قطب منفی، یعنی درست وسط مسیر جهت عوض میشه. پس اگر من جریان رو کامل کنم که همچین شکلی داره. متاسفانه بعضی از بچه ها میگن خب 60 در جهت جریان، ورود انگشتان جهت میدان، این طرف که داره وارد میشه میشه قطب S، اون طرف هم داره خارج میشه میشه قطب N، در صورتی که اینطوری نیست. شما این قسمت رو تعیین کن، اینجا میشه S، اینجا میشه N. حالا بیا این طرف، 60 در جهت جریان، ورود انگشتان جهت میدان، اینجا شد S، اینجا شد N. A هر دو طرف شد S. آره، چون دو تا سیمولوله است، وسط کار جهت رو عوض کردی. پس من میتونم سمت چپ یه سیمولوله مستقل، سمت راست هم یه سیمولوله مستقل، اینا روبروی هم قرار گرفتن، هم نام همدیگر دفع هم میکنن، یعنی اگه سیما رو محکم نبسته باشیم قشنگ باز میشه، همدیگر رو دفع میکنن و سیم ها اینجوری نمیمونن. پس بچه ها برای تعیین قطب های سیمولوله ها، آهنرباهای موقت، آهنربای الکتریکی، خواهشن دو طرف رو حتما تعیین کنید. یعنی قاعده دست راست رو بر سمت A انجام دادی، سمت B رو هم انجام بده. حالا اگه N شد که N میشه دیگه. بریم سوال بعدی رو ببینیم. در شکل زیر نوع قطب‌های A و B به ترتیب تعیین کنید. خب یه آهنربا ظاهرا نعلی شکل به ما داده، قطب‌ها رو هم از ما خواسته، سیم‌ها رو هم باید دنبال کنیم که جهت‌ها رو بتونیم بکشیم. ببینید بچه‌ها، از جهت مثبت میاد دور میزنه، از اون ور بر میگرده و میاد خارج میشه، یعنی جهت رو مشخص کنیم اینطوری، سمت A جدا، سمت B هم جدا، 60 در جهت جریان، ورود انگشتان جهت میدان، پس اینجا میشه S، اینجا میشه N. این سمت رو اگه بخوایم تعیین کنیم، 60 در جهت جریان، ورود انگشتان از بالا وارد میشه، از اینجا خارج میشه، پس این شد S، این شد N. یادمون باشه بازم دو تا آهنربا داریم، S و N، S و N، ولی سر A و B یکی S شد یکی N. اینم یکی دیگه از سوالات نسبتا ساده برای تعیین قطب های یک آهنربا.